نقاشی و طراحی وبسایت و طراحی پارچه و لباس. برای مدتی یه سری چیزایی اونجا پیش اومد که منو پرپرتم کردم بیرون. خیلی راحت یه سردبیر اومد که از من خوشش نمی اومد و کلا ترتیب شد همه چی. جفتمون خسته شده بودیم و از این که هیجاهای مختلف بخوایم کار بکنیم. این فکرم جز آخرین ضربه هایی بود که می شدم که دیگه بسته، دیگه کار خودتو بر راه بندازی. ایده اولیه یه استدیو بود که من واقعا نمیدونم چرا این استدیو به نجاری ختم شد و ما الان شدیم دوتا دختر نجار. اول کار رو از بالکن خونه شروع کردیم، یکم که کارمون جدی تر شد اومدیم همین مغازه‌ای که الان هستیم. جایی که هستیم جای مذهبیه، هم جای سنتیه. یه موقع آدمایی که اوایلش ما ازشون سوال میپرسیدیم بعد جا به جا جوابمون رو میدادن از قصد یا اطلاع دادن، الان میان ازم سوال میپرسن. کم کم بعد یه سال آدما قبولمون کردن به عنوان دوتا دختری که اومدیم نجاری میکنیم. من از بچگی لک نداشتم ولی هیچ، یعنی کلن تمرینم این بود که مثلا توی همه مشاعره های مدرسه من بودم توی صف. یه میدونم که هیچ ضعفی باعث بشه که من فکر کنم که از پس کاری ممکنه که بر نیایم. باید پای همه کارا وای میستادیم، اگر خوب میشد پای ما بود، اگر بد میشد هم پای ما بودش. این که آدم کار خودش رو داشته باشه خیلی سخته، مثل را رفتن به شمشیر دولبه است، پا تو کج بذاری افتادی. اینقدر به همه فشار میاد که شبا از دست در خوابمون نمیبره، تمام طول کار داریم غور میزنیم، وقتی کار تحویل میدیم انقدر حس خوبیه که میدیم که خب فردا کار جدید بشه. این کنیم یک هفته ای هم تحویلش میدیم. وقتی آدما بهمون میگن که شما الهام بخش ما هستین، شما تونستین کار خودتون رو